بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. حجت الاسلام و المسلمین سید فاضل حسینی میلانی متولد 1323 شمسی در شهر مقدس کربلا از روحانیون برجسته شیعه مقیم در انگلیس روز دوشنبه 28 صفر 1446 هجری قمری دارفانی را ودا گفت. وی رئیس کالج بین المللی مطالعات اسلامی انگلیس، استاد حقوق و فلسفه اسلامی در کالج اسلامی لندن، مسئول بنیاد آیت الله العظمی خویی و استاد فقه دانشگاه کمبریج بود. کتاب محاضرات فی فقه الامامیه معروف ترین تألیف مرحوم میلانی به شمار می رفت. ایشان بیش از 15 کتاب دیگر نیز در زمینه های مختلف دینی و مذهبی به زبان های عربی، انگلیسی و فارسی تألیف کرده است. حزب حاکم جمهوری آذربایجان نوین در انتخابات پارلمانی که برگزار شد بر اساس نتایج اولیه پیروز شده و بیشترین کرسی ها را به دست آورده است. بر اساس نتایج اولیه، حزب حاکم به رهبری الهام علیوف رئیس جمهور این کشور 68 کرسی پارلمان کشورش را به دست آورد. گفتنی است در جمهوری آذربایجان مردم برای هفتمین بار برای انتخاب اعضای مجلس ملی پای صندوق های رأی رفتند. حدود 990 نامزد برای کسب 125 کرسی با هم رقابت کردند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید طی یک هفته بیش از 72,000 تن از افغانستان خارج شدند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که از 18 تا 24 آگوست سال جاری میلادی 72,600 نفر از افغانستان تحت سلطه طالبان خارج شدند. سازمان بین المللی مهاجرت روز دوشنبه 12 شهریور با انتشار گزارشی گفته که در این مدت خروج مردم از افغانستان 11% نسبت به ورود به این کشور بیشتر بوده است. سازمان ملل بارها در مورد بحران بشری و ناامنی غذایی در افغانستان هشدار داده و گفته است که این وضعیت باعث شده افغانها برای یافتن کار به کشورهای دیگر بروند. در اثر حمله گروه سنی‌های تندروی بوکوهرام به مدرسه اسلامی فدیه متعلق شیعیان در شمال شرقی نیجریه دست کم 3 نفر به شهادت رسیدند. گفتنی است سنی‌های تندرو و تروریست بوکوهرام با تیراندازی پراکنده به مدرسه شیعیان 3 دانش آموز به نام‌های محمد صالح، احمد عبدالرحمن و عبدالله آدم را شهید کردند. لازم به ذکر است در این حمله یک نفر دیگر جان سالم به در برده، لکن به شدت زخمی شده و برای درمان به بیمارستان شهر نگورو منتقل شده است.